سلام. بعد برجام نظام ولایت از هول حریم افتاد تو دیگ و برای سفت کردن فضای برجام چوب حراج زد به نفت و عقد اخوت بست با توتال. اما زهی خیال باطل، چون این عقد اخوت خیلی زود به متارکه و طلاق کشید. آخوند حسینی همدانی در نمایش جمعه کرج. دیدید همین شرکت توتال فرانسه که در کار بلدی و توان او هم کلی اغراق می‌کردند و توان نیروهای متعهد و متخصص داخلی را نادیده گرفتند و با او قرارداد بستند، همین یکی دو روز گذشته دبه کرده و گفته برای انجام پروژه نفتی با ایران باید از آمریکا اجازه بگیریم. حال در همین فضا آقایان می‌گویند به جای آمریکا با اروپا قرارداد ببندیم. از تاریخ پند بگیرید، برجام را فراموش نکنید. آخوندا فکر میکنن توتال که یه ابرقدرت نفتیه و تو 5 قاره هم پالایشگاه داره، تجارت با غرب و میذاره کنار و میره زیر عبای ملا. قبلنا بنده موشکاف فقط میگفتم اوباما پر، حالا باید اضافه کنم که توتال هم پر، یعنی آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. شرکت توتال هم که در بیش از 50% از قراردادهای نفتی کشور شریک است، اخیراً اعلام کرده است که با اجازه آمریکا قرارداد را اجرایی می‌کند. که این موارد همه بیانگر این است که آمریکا و همپیمانانش هیچگاه قابل اعتماد نیستند. که متاسفانه برخی از مسئولین دولتی هنوز اقتصاد مقاومتی را جدی نگرفتند. بله، با این که تو اون قرارداد برخلاف قوانین خود آخوندا بیش از 50% به توتال میرسید، اما سنبه آمریکا پرزورتر بود و حتی توتال هم زیر نعلین آخوندا رو خالی کرد. پیشنهاد این جانب اینه که آخوندا تو این سقوط آزاد از عباشون به عنوان چتر نجات و از عمامشون به عنوان ضربگیر استفاده کنن. علی‌رغم همه وعده و وعیدها، توتال اعلام کرد اگر آمریکا تحریم‌ها را سفت بگیرد، ما در قرارداد گازی خود با ایران تجدید نظر می‌کنیم. این یعنی اینکه سر هیچ قولی نیستند. چرا ما باید وعده و قول‌های اینها را بپذیریم؟ چرا باید هرچه که داریم در طبقه اخلاص بگذاریم؟ این دجال بازی ها رو بذار کنار. عثمان و شیخ پری میخواستن با قراردادهای بزرگ با بوئینگ و توتال جلوی تحریم های بیشتر رو بگیرن، اما خیتی بارو بردن. حالا در فراغ توتال و امثال توتال چه راهی براشون میمونه که از خفگی اقتصادی در بیان؟ مردم را با این قراردادهایشان بیچاره کردن و پول بیت المال را هدر میدهن. قرارداد 25 ساله با شرکت توتال بستن، ولی این شرکت منتظر جواب آمریکاست. آقای زنگنه، کشور ما با این قراردادهای شما آرامش نمیگیرد. سرمایه های کشور را این گونه به باد ندهید. اگر از دست غرب خلاص شویم، از دست غرب زده ها خلاص نمی شویم. وای، اینه که گفتم خلاصه ای از عزاداری دلغکای نمایش جمعه نظام سر توتال بود. عظما و شیخ فری دست به دست هم دادن و زهر اتمی رو رفتن بالا، تا در مقابلش صندوق پولی که تو برجام در میارن صرف رفع خفگی و نیازهای جنگ افروزیشون کنن. اما سوتی دادن، اونم چه سوتی. الان از هر طرف میرن سرشون میخوره به دیوارای بن‌بست، اونم بوتون آرمه. اوه زد زیاد.